این چند وقته با معرفی تیگو 8 پرو مکس که کراسوور شهری دو دیفرانسیل یا چهارچرخ محرکه، یکم بازار کراسوورهای دو دیفرانسیل گرم شد و بعدمون هم دیگنیتی گفتن که ماشین بزرگتر 7 نفره دو دیفرانسیل معرفی میکنه. اما جزء اولی ماشینه ای که چینی بود و دو دیفرانسیل توی بازار MG GS بوده، از 2015 تا 2017 توی بازار بوده و طرفدارم زیاد داره، سنگین، یعنی MG خودشون توی ایران طرفدار متعصب زیاد داره. این شاسی بلندش اصلا وحشتناکه، یعنی سرش خون میریزن. حالا این که تو محدوده قیمتی 1600 700 800 2 تومن، حالا من میگم 1600 700، چه ماشینی میشه خرید و رقیبای ماشین کیا هستن، چه برندایی، چه ماشینایی و ارزش خریدش اصلا خوبه، بعد کیفیت ساخت و رانندگی و خیلی از ویژگی های دیگرش رو در ادامه با هم ببینیم. از نظر طراحی بخوایم نگاه کنیم، جزو اولین ویژگی هایی که دیده میشه و من زیاد خوشم نمیاد جلو پنجره کوچیک این ماشینه. این ماشین اینقدر هیکلش بزرگه، مثل تمام محصولات MG که وارد بازار ایران شده، البته بگیم اکثرشون بهتره، جلو پنجره خیلی کوچیکه و قیافه ماشین رو کوچیک نشون میده. لوگو MG اینجا که موریس گاراژ هست، مخفف اونه و همه میگن انگلیسی فلانه. آقا این برند قبلا مال انگلیس بوده، الان چینیه دیگه. حالا هر چقدرم با کیفیت اینا بهتون میگم داستانش چیه. کاپوتش دو تا خطی که روی لوگو تموم شده و ارتفاع ماشین از سطح زمین خوبه. طراحی جلوش میتونم بگم قدیمیه دیگه، خیلی به روز نمونده و قابل قبول. زیاد چینی نشون نمیده، زیاد ضعیف و فنسی پنسی و این خوشگل مشکل نیست، یکم ماشین یوغو رو محکم نشون میده. توی بغلم خیلی ساده هست ماشین، یکم ابعادش کوچیک‌تر نشون میده نسبت به اینکه کراس اوور هست و این شاید زیاد خوشایند نباشه. رکابی که ارتفاع خوبی از سطح زمین داره و برای ماشین گذاشتن، برای اینکه مثلا ماشین رو شاسی بلند نشون بدن، و خطی که از اینجا تقریبا شروع شده و تا عقب تموم شده. رینگای ماشین که 18 اینچی هستن با فاق 50% از پهنه 235 که سواری به نسبت قابل قبول و نرمی میده. یه دونه روف ریلین بالا هست که رنگش کرومه، با این کروم پایین پنجره خوب شده، ترکیبش باحال شده، دستگیره هم رنگ بدن است و اما قسمت عقبش که اصلا خوب نیست، یعنی از نظر طراحی اصلا به هیکل ماشین نمیاد، هم از نظر طراحی خود ماشین دیتیل و هم از نظر بزرگی. انگار عقبش هاچبکه، منو یاد مثلا MVM 315 میندازه تا این حد، یا مثلا X22 که توی بازار هست خیلی شبیه اونه توی این قسمت و این به اون قسمت اصلیش نمیاد. یه GS اینجا نوشتن و یه دونه لوگو MG هم که اینجا از شیشه عقبش هم شیبش کمتره، یکم حالت کوپه مانند نشون میده و دو تا خروجی اگزاز هم عقب هستن که باز حسال خوبی داره. صندوقش هم که برقی نیست و به صورت دستی باز میشه. ابعاد صندوقش هم خیلی بزرگ نیست که بگیم در حد کراسوور پت و پهن و بزرگ باشه. رقیبای این ماشین از نظر کلاسی میشه اسپورتج و توسانو گفت. این دوتا ماشین خیلی بهش نزدیک هستن و تا حدودی هم شاید میتسوبیشی ASX که از این ماشین یه ذره کوچیک‌تره، اون یه ذره، ولی این ستا رو میشه نام برد. ولی اونا قیمتاشون همشون از این بیشتر. از نظر قیمتی بخوایم اسم ببریم میشه تیگو 7 پرو که همین چند وقته بررسی کردیم و توی کانال گذاشتیم. قیمتی اون، کلاسی اون، من دوست دارم بیشتر کلاسی مقایسهش کنم. حالا از نظر قیمتی چون تیگو 7 صفر کیلومتر و این ماشین 2017 مدل پایینه، با همون توسانه 2014-15 توسانه اسپورتیج مقایسه کنیم اوضاع بهتری خواهد داشت. این قسمت هم که برای بخش زاپاسه و یه زاپاس فرغونی داره، خبری از زاپاس فابریک نیست که مثل چرخهای دیگرش باشه. دو تا چراغ هست و یه دونه هم اینجا یه کشوییه ساده است که دیگه اکثر ماشینا داشتن قبلا. و ابعاد صندوقش به نظر من متوسطه، خیلی خوب نیست به نسبت قیافه ماشین. بریم سراغ مشخصات فنیش. وقتی اسم خودروی چینی میاد خود به خود ذهنمون میره سمت موتور 1.5 لیتری توربو شارژ که خیلی زیاد دیدیم، ولی این ماشین از همون سال 2015 با موتور 2 لیتری 4 سیلندر خطی توربو شارژ به بازار اومد. حجم موتور و توربویی که تازگی داریم توی تیگو 8 پرو مکس میبینیم و این خودش یه نکته جالبیه. اسب بخار این ماشین 217 تاست که مال تیگو 8 پرو مکس
250 تاست. گشت‌آور این ماشین خیلی بالا 350 نیوتن‌متر که تقریبا با موتور وان جی آر یا تو جی آر تویوتا 6 سیلندر 3500 یا 4000ش یکی 6 سیلندر 4000 تویوتا روی لندکروزرای 2011-12 که این حجم از گشت‌آور با این موتور به نظرم باحال شده و توی خروجیش هم تأثیر خوبی داره. گیرباکس 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه این ماشین که خیلی خوبه برای اون سالها تازه دارن مثلا شرکت‌های چینی از دو کلاچه که زیادم کیفیت خوبی نداره استفاده میکنن، ولی این ماشین کیفیتش خوب مونده. کلا برند MG بذار اینو بهتون بگم، توی دبی اونجوری که من دیدم بیشترین برند چینی که دیده میشه MG است و بعد اون چانگان، اونم البته برای کی هست؟ برای هندی ها و بنگلادشی ها و پاکستانی ها که شرایط مالیشون خیلی پایین تره و خیلی اقساط پایین تری میتونن بدن دیگه. میگم کمترین سطح درآمدی توی دبی میرن ام جی و چانگان میگیرن، حالا اگه مثلا ماشین دست دوم نگیرن و بخوان صفر بگیرن، ولی ام جی باز اوضاعش از خیلی از برندهای چینی توی دبی بهتر بوده. حساسیت این ماشین به بنزین باعث میشه که اکثرا توی نگهداریش مشکل داشته باشن و افت توان پیدا کنه توی شتاب 0 تا 100 که کمپانی گفته 8.7 ثانیه زیاد خوب جواب نده و باعث بشه که اعداد و ارقام تفاوت داشته باشن. باید خیلی خوب نگهداری شده باشه، بنزین سوپر با اوکتان، روغن خوب و زیاد به توربو فشار نیاد، بذارین خوب خنک بشه بعد خاموش بشه. نگهداری توربویی که همیشه مرسوم هست و تو ایران خیلی هم سخت داره به خاطر سوخت و روغن و اینجور داستانا، مالک رو یکم اذیت میکنه و همین باعث میشه که معمولا سخت گیر بیاد ماشین جی اسی که سالم باشه و موتورش مشکل لگ توربوی زیاد یا اینکه نشتی بوست توربو اینا رو نداشته باشه. حالا توی رانندگیش بهتون میگم که خوبیا و بدیاش چی هست. وقتی میایم سراغ شاسی بلند ام جی که برند ام جی انگلیسی بوده و الان چین هست و همه هم ادعا دارن که انگلیسیه، خیلی از مالکا و متعصبینش همی میگم برند انگلیسیه فلان، ول کنین چینیه تموم. رودری این قسمت که پلاستیک خشکه و فقط این قسمت پد نرمه، ما بقیش پلاستیک خشکه، یه تیکه پلاستیک پیانویی و دستگیره دری که میتونم بگم کیفیتش سوسوه، خیلی هم بگیال خوب و بال طراحی شده نه، کلیدا کیفیت خوبی و از خودشون نشون میدن بعد حدود 7 سال و 80,000 کیلومتر. وقتی میخوایم سوار ماشین بشیم این فاصله لبه رکاب تا داخل یکم زیاده، این فاصله خیلی زیاده به نظر من برای این ماشین که زیادم بلند نیست، این فاصله شاید اذیت کنه. صندلی راننده برقی است و کیفیت چرم خوبی داره، حداقل از چرمای امروزی خیلی از چینی ها اوضاع بهتری داره و کیفیت دوختش هم خوبه بعد این همه سال به نظر من خوب مونده. سوار ماشین که میشیم داخل MG تقریبا فاز همون MG 6 میده که قبلا خیلی قبلتر بررسی کردیم، از MG 360 که تازگی بررسی کردیم خیلی اوضاعش بهتر، MG 360 خیلی اکونومیه. این قسمت یه پلاستیک خشکه و یه پلاستیک پیانوی گنده این وسط کار کردن، جنس پلاستیک ها خیلی خوب نشون نمیده، یعنی توی MG 6 اوضاع بهتری داشت و من اصلا از این جنس پلاستیک کلیدی اینا زیاد خوشم نمیاد، اونجا اوضاع بهتر بود. یه مانیتور خیلی کوچولو موچولو اینجا، دکمه ها بزرگ کامل تو دست هستن، دریچه کولر اینا همشون پلاستیک معمولی، این قسمت هم پلاستیک خشک، یه پنل کنترل سیستم تهویه هم اینجا هست که باز خوبه، دکمه‌اش حداقل بزرگ، یه محفظه که اینجا نمیدونم اصلا به چه دردی می‌خوره، گوشی رو از پهنا میتونین بندازین توش به این صورت و به درد این می‌خوره. و پلاستیک پیانوی اینجا هم تکرار شده، خط و خش خیلی روش نشون داده میشه، این ذات اصلا پلاستیک پیانوی است. لیور گیرباکس 6 سرعت دو کلاچه این ماشین، سنترال لاک داره یا همون قفل دیفرانسیل مرکزی، کنترل حرکت در سراشیبی، اوتو هولد و حالت رانندگی ایکو هم داره و تراکشن کنترل، ترمز پارکش هم که برقی، یه کاپولدر ساده هم اینجا هست که جواب میده ولی چفت و بند نداره، خیلی وقت بود نرفته بودم سراغ کاپولدر. این وسط هم که یه دونه محفظه کوچیک، یه دونه خروجی USB و AUX هم داره. سقف هم جنسش
پارچه‌ای هست، یه سانروف کوچولو موچولو که حالا مستقیم درافتا به من میزنه میبینین و اینجا هم کیفیت دکمه‌هاش خوبه، بد نیست به نظر من، حداقل خیلی چینی نمیزنه، چینی که تا حالا دیدیم و انقدرم مردم ازش ناراضی هستن. عینکرم اینجا ببندم من و فرمونم دقیقا مثل همون MG6 که قبلا بررسی کردیم، دکمه‌هاش خیلی کمه، خبری از دکمه‌های زیاد نیست. شیفتر فرمون خود مالک اومده این قسمت قرمز رنگو گذاشته پشتش که توی رانندگی بررسی میکنیم. فرمونم توی 4 جهت قابل تنظیمه، این خودش خوبه. و قسمت سمت چپ فرمون مثل ماشینای آلمانی و انگلیسی، بعضی از انگلیسی ها پنل کنترل چراغ هست که اون فازو میده، حداقل فاز انگلیسی آلمانی بودن رو به اون میده، ولی باز چینیه، اینو یادتون نره. کنترل آینه هم روی همون قسمت پنل چراغ هست، آینه ابعاد بزرگی دارن، کامل پوشش میدن، جلو هم کاپوت تو چشم هست ولی لبه کاپوت نه، فقط اولای کاپوت، به علاوه بغلاش آینه کاملا ساده ولی الکتروکرومیکه. صفحه کیلومترش هم که گفتم مثل همون MG6 دو قسمت آنالوگ بزرگی که زیاد اعداد خانایی نداره، این اعداد اومدن کچ کردن باشه یه جوریه و زیاد جالب نیست، ولی خوبیش اینه که حداقل آنالوگ، یک تریپ کامپیوتر کوچیکم هم همون وسطه که به نظر من باحاله و جواب میده نسبت به طراحی حدود مثلا 8 سال 9 سال پیش، بدک نیست. و سیستم کنترل استارت استاپ ماشین دکمهش خیلی کوچولو موچوله، این قسمت تعبیه شده خوشبختانه، حداقل نمیدن روی اینجا بزنم مثل بعضی از چینی ها یا حتی ایرانی ها. و خوبیش هم اینه که تو دیت هست، کامل اذیت نمیکنه، فقط بعدیش اینه که اعداد کج و کوله شدن، یعنی با همون دایره. صندلی هم که راحتی خوبی داره و یکم یه ذره فقط ماشین احساس میکنی که خیلی اینجوریه، یعنی خیلی رو به جلوه، مثلا فاز L90 میده بهمون. و اینکه زیری صندلی هم قسمت جلویش تنظیم نمیشه، فقط کل صندلی میاد پایین، اگه دقت کنین اینجوری به این شکله، اگه زیریش میومد بالا باز یکم راحتی و فکر کنم ارگونومی بهتری میداشت. بریم سراغ اول. توی MGGS چیزی که نظر منو جلب کرد موقعی بود که درها رو میبستم، یه حس خیلی خوبی داد، اصلا اون حس حلبی بودن و چینی بودنی که تا حالا ما از خیلی از ماشین دیدیم و نمیداد بهمون. دقت کنین خیلی حس قوی میده، یعنی انگار کل ماشین به هم پیوسته، محکم سر جاشه. وزنش هم زیاد 1645 کیلوه که خیلی برای این جسه کوچولوی ماشین، از خیلی از رقیباش حداقل سنگین تره. به هر حال صندلی جلو رو برای خودم تنظیم کردم، فاصله زانو از صندلی خوبه، پازیر صندلی میره و اصلا سرگیره، فاصله سر خیلی زیاد خوبه برای این قد و قواره من و نسبت به رقیباش مثل مثلا توسان اسپورتیج یه ذره بهتره، یه ذره از توسان اسپورتیج اوضاعش بهتره، مخصوصا قسمت سریناش. صندلی عقبش بیشتر شبیه سواری است تا این که مثل جلو L90 اینجوری رو به جلو باشه، این خودش یه نکته مثبت. یه دوتا دریچه کولر هست، خبری از USB اینجور چیزا نیست، رو دریا دقیقا مثل جلو هست، همون پلاستیک خشک و همون قسمت پد نرم. و اینجا هم دو تا کاپولدر ساده و زیر آرنجی که خوبه. باز در کل عقبش میگم نسبت به رقیباش از نظر راحتی نشستن و بزرگی یه ذره از اسپورتیج و توسان ASX بهتره و با تیگو 7 اگه مقایسه کنیم تقریبا در حد اونه، چون تیگو 7 هم عبادش خوب بود، شاید تا حدودی از تیگو 7 هم عقبش، اصلا عقبش بهش نمیاد که اینقدر اوکی و خوب باشه. سیستم صوتی این ماشین آرکامیس فرانسوی هست میگن، حالا با 6 تا بلندگو که خیلی هم تعریفشو میکنه، یعنی مالکینش سرش سینه پاره میکنه اینجوری. ببینیم اینجوری هست یا نه. تا حدود 60% صدا خوبه، یه بیس خوب، یه بلندی صدا خوب، کیفیت خوب. وقتی میدیم بالا صدا رو اینجوری فقط یه رام رام میکنه، هیچ کیفیتی هیچی نمیمونه، اصلا نه
شفافیت صدا، هیچی، عملا از بین میره. پس اونجوری که ازش تعریف میکنم واقعا نیست. میگم تا 60% صدا خوبه، کیفیت و بیس خوب، بعد اون دیگه زارزار میکنه. موه رانندگی با MG GS اولین چیزی که جلب توجه میکنه اینه که اون حس چینی بودن رو بهمون نمیده. یعنی اصلا اون فازی که بخوایم بگیم ماشین خیلی خشک باشه، کیفیت ساخت بد باشه، اینجوری نیست. اصلا ماشین چفت و محکم نشون میده و خوش‌دست، البته اصلا اذیت نمیکنه از نظر سواری، از نظر عوارض جاده که بگیم خیلی صدا به داخل کابین بیاد، اصلا از این چیز خبری نیست فعلا. البته حالا تو سرباله لواسون به سمت لشکرک بیشتر مشخص میشه. گیربکس دو کلاچه این ماشین وقتی که رو حالت دی هست، درایو، شیفترهای پشت فرمون کار نمیکنن، اصلا خبری ازشون نیست. وقتی که بذارین روی حالت اسپورت، اون خطای صفحه کیلومتر قرمز میشه، وای مثلا اسپورت شد، و گاز که میدیم خوب از جا میکنه. رو دنده دو و سه اینو بهتون بگم که دور موتور 4800 تا 5300 اینه یه نویزی میندازه که نویز کل اتاقو میلرزونه. ماشین 80000 تا کار کرده، خیلی هم خوب بهش رسیده مال، خیلی هواشو داره از نظر بنزین، روغن، همه چی، و از نظر فنی و شرایطی هم خیلی سالمه. اما این نویزه رو داره که مربوط میشه به همون فرکانس تولید صدا و توربو و موتور و ارتعاشی که داره به کل اتاق انتقال میده. یعنی کل اتاق یه لرزه ای توی دور موتور رو ببینید، 5000 تا ببینید الان میشه اینجا دقیقا، ببینید دوباره همون رو 5000 تا همه اتاق یه لرزش کوچیک میاد. اما عکس العمل شیفتر پشت فرمون خوبه. یعنی هر موقع اسم چینی بیا تو ذهنمون اصلا این چیزها رو انتظار نداریم، ولی MG جزو برندهای خوب چینی هست، مثل چانگان، مثل جیلی، اینا برندهایی هستن که خوبن توی بازار، خوب جواب دادن و نسبت به حالا خیلی از برندهای دیگه که توی ایران هست و این همه هم سینه چاک داره، اوضاع بهتری دارن. من دوباره میذارم روی حالت اسپورت که یکم حسوال اسپورتیمون بیشتر باشه. یه حالت اکو هم داره که وقتی که شما پاتون رو از روی گاز برمیدارین خودش خود به خود اکو میشه، سریع دنده عوض میکنه هم به بالا هم به پایین، که این خودش خوب. الان ببینید معکوس دادم، ببینید دیگه از سه به بعد نمیده معکوس، و الان عوض کردم فوری دنده رو تغییر داد، رفت بالاتر و سبک کرد. اینا به نظر من چیزایی هستن که مهمه توی این ماشین. بعد حدود 7 سال 8 سال عمر خوب مونده کیفیت عملکرد فنیش. وقتی که روی سرعتگیر رو میریم یکم سر و صدای کابین به گوش میخوره و بیشترم قسمت عقب و درب صندوق یه ذره، که طبیعیه توی اکثر کراسوورها شاسی بلند این قضیه شنیده میشه، حتی توی لنگروز و لکسوسش هم این داستان دیده میشه، که من فقط گزارش میکنم نمیگم خوب یا بده، ویژگی ذاتی همه کراسوور هست. ببینید الان روی عوارضی که میریم یکم بلندتر از حالت معمول هستن، اوضاعش از تیگو 7 پرو بهتره، از خیلی از چینی ها، از دیگنیتی، فیدلیتی، اینا بهتره، و نسبت به توسون اسپورتیج میتونم بگم در حد اوناست. یعنی توسون اسپورتیج هم اینجوری عکس العمل نشون میدن، حداقل تو قسمت سیستم تعلیق مثل کورس. ببینید الان گاز دادم خیلی خوب از جا میکنه، و بخوام ترمز بگیرم خیلی خوبم ترمز میگیرم، و من همچین ترمزی رو توی چینیا فقط شاید بگم توی تیگو 8 پرو دیدم، از کره ایام حتی بهتره ترمزش. اینو بهتون بگم. نویز دوباره اومد اگه شنیده باشین، و 100 و تقریبا 20 تا سرعت، ترمزای خوب از اسپورتیج، توسان، میتسوبیشی ASX، از اینا اوضاعش بهتره از نظر ترمز. روی حالت درایو میندازیم، شیفترها دیگه کار نمیکنن. این ماشین بیشتر حسالش به خاطر گیربکس دو کلاچه و موتور 217 اسبی 2 لیتری توربوش هست، که آدم میگه حداقل توی سبقتی توی جاده چیزی برای اینکه نمونم جواب میده برات. الان تراکشن کنترلش به خاطر این سرعتگیره روشن شد، چون ریاکتش جالبه برای فعالسازی تراکشن کنترل. یه نکته، یه چیز بدی که من دیدم، با دنده دو تا 90 خورده ای میاد
کاش 100 رد میکرد با دنده دو که خیلی خوب میشد، یعنی از نظر شتاب سفت و صدی واقعا دیگه میترکون، ولی با دنده 3 میره روی سطح که این زیاد جالب نیست. من الان معکوس رو میکشم، یعنی معکوس خیلی خوب میکشه و میگم با دنده 2 تا 95 تا 96 تا میره. میرسیم به سرباله لواسون به سمت لشکرک، عوارض جاده و داستانه ای که داره و تکونه ای که داره. اول اینکه تکونه های ارزیش تقریبا مثل توسان اسپورتیج، نرمی سیستم تعلیقش تقریبا مثل اونا از چینی ها از خیلی هاشون بهتره، شاید بگم به پای تیگویت پرو نرسه فقط، وگرنه از تیگو 7 نوزش یه ذره بهتره، با اسپورتیج و توسان ای 6 هم در یه حدودی از نظر عکس العمل نسبت به عوارض جاده و ترق تروقی که ممکنه به کابین انتقال داده بشه. یکی از خوبیایی که محصولات MG توی بازار ایران داره اینه که تعداد محصولاتشون زیاد بود، تنوعش بالا بود و برای همین قطعات زیاد وارد شد. اما بدی که کلن چینی ها دارن قطعاتشون گرونه، خیلی گرونه، یعنی بیش از حد قیمت و برند و اینا گرونه و این باعث میشه که یکم مالکینش به اذیت بیفتن، جنسای غیر اورجینال بندازه، مجبور میشن مثلا برای یه ماشین 1.5 میلیاردی 2 میلیاردی خرج سنگین یه ماشین 5 6 میلیاردی نمیصرفه واقعا. این یکی از بدیه که اکثر ماشین چینی دارن، اینم از اونا مستثنا نیست. مصرف سوخت رو کمپانی گفته 8.3 لیتر بر 100 کیلومتر به صورت ترکیبی، ولی توی واقعیت شما زیاد گاز بدین مثلا من اینجوری رانندگی کنین 12 13 14 هم رد میکنم، یعنی پرگاز رانندگی کنین خیلی میره بالا، تا 15 هم من میگم میره. اما حالت معمول خیلی نرمال رانندگی کنین، اصلا گاز ندین، مثلا توی جاده با سرعت 80 90 100 تا برین تا حدود 6.5 7 میاد پایین که این خودش خوبه، ولی موقعی که پرگاز میرین موتور 2 لیتری هست و توربو مسلما مصرف بنزین میره بالا، دوباره معکوس میکشه و توی سرباله اصلا کم نمیاره به هیچ وجه. فقط سر و صدا از 4600 به اونور میاد اذیت میکنه. عایق بندی توی اون قسمت دور موتورهای بالا زیاد جالب نیست. کمپانی گفته که شتاب 0 تا 100 این ماشین روی کاتالوگی که هست 7.9 شرکت وارد کننده و کلا شرکت مسئول MG توی ایران گفته که 8.7، ولی توی واقعیت بعد 7 سال و شرط نگهداری خوب با بنزین سوپر بریم ببینیم چیه، برگردیم بریم سراغ پیچه لواسون. قبل از اینکه بریم سراغ 0-100 MG GS 2016 بهتون توصیه میکنم برای اتصال به یوتیوب و اینستاگرام از فیلتر شکن گذرآزاد استفاده کنیم که این چند وقته دوباره راه افتاده و قبلا هم که زیاد معرفیش کرده بودم. MG GS مدل 2016 موتور 2 لیتری 4 سیلندر خطی توربو شارژ 217 اسب بخار 350 نیوتن متر گشتاور، وزن 1640 کیلویی من تک سرنشین، بنزین سوپر، ارتفاع سطح درمون 1570 متر، گیرباکس 6 سرعته 2 کلاچه که میذاریم روی حالت دستی و کمپانی هم گفته که 7.9 روی کاتالوگ و 8.7 کمپانی که این ماشین رو وارد یا هر مونتاژ و هر چیزی که کرده. ببینیم آیا اینقدر به دست میاد یا نه. یکم شروع به حرکتش لگ داره تو باش، ولی بعدش خوب رفت. 8.75 همون عددی که کمپانی معدی یا مسئول واردات و مونتاژش گفته، 8.75 بعد 7 سال که خیلی خوبه و واقعا شتابش خوب زد. اما یه نکته ای که من بعد این همه گاز دادن نگاش کردم، مصرف سوخت متوسطش 20 لیتر شده. مگه میشه همچین چیزی؟ خب درسته خیلی هم گاز دادیم خیلی هم فلان، ولی دقیقا مثل تیگو 8 پرو شد، یعنی اونم 20 لیتر شد بعد اون همه گاز دادم و این ماشین هم 20 لیتر سوزونده که شاید فکر کنم جا داشته باشه اگه اون شمارندش بیشتر هم میشد، جای بیشتری داشت بیشتر هم نشون میداد. واقعا زیاده. باک 55 لیتری فکر نکنم برای مثلا یکی مثل من که زیاد گاز بده بیشتر از 300 کیلومتر دووم بیاره. خیلی زیاده مصرف سوختش واقعا توی گاز دادن زیاد. کلا این مشکل توربو هم هست. این نکته رو هم بهتون بگم که بعد از یکم گاز دادن کلا افت پیدا میکنه. قسمت توربو و راندمانش خیلی افت سنگینی پیدا میکنه. این مشکل رو هم من توش دیدم.
بعد از شتاب 0 تا 100 که خوب یا بد بودنش رو میذارم به عهده خودت، میریم توی پیچه لواسون که شاید یکم چالش برانگیز باشه، یکم هم ترس داشته باشم چون چینی هست و کلا آسیایی توی هندلینگ زیاد جالب نیستن به جز تعداد کمی که تالا ریویو کردیم. اما این ماشین رقیب اسپورتش توسان میتسوبیشی اس‌ایکس که تالا بررسی نکردیم و تا حدودی هم تیگو 8، البته تیگو 7 بگیم بهتره چون تیگو 8 خیلی گرون‌تره دیگه از ماشین. تیگو 7 رو که تازگی بررسی کردیم و توی پیچه لواسون ببینیم که آیا عکس العملش نسبت به هندلینگ و پیچه‌ای که محکم من می‌زنم و داستانایی که پیش میاد خوب هست یا نه. میرسیم به پیچ سراتو، خیلی هم شلوغه، آخر سال دمه ایدی و واقعا اصلا نمیشه حرکات عجیب غریبی زد اینجا که فعلا از دستمون در رفت. مانورش توی خطا این ور اون ور رفتنش خوبه، زیاد تکون ارزی نداره، شاید بگم از این نظر تا حدودی از اسپورتیج و توسان اوضاع بهتری داره و شبیه تیگو 7 هست. اگه ایشون اجازه بدن من یه گازی بدم حداقل اونور 120 تا 140 تا ببینید ترمزاش کم کم داره داغ میکنه، عملکردش میاد پایین، این بدی رو داره. باحاله به نظرم، از ببینید پیچارم بزنم هم تراکشن کنترلش خوب عمل میکنه، اصلا گیج نمیزنه توی این قضیه، با اینکه خیلی ارتفاعش بلنده این ماشین نسبت به ماشین سواری، ولی برای من جالبه که عملکردش نمیدونم. بذارین ادامه رو بیایم توی سربالایی، نظر آخر رو میگم. توی سربالایی هستیم و ترمزم یکم داغ کردن، ریسکش بالاتر رفته 100 و تقریبا 30 تا، عقبش یکم گیجتر از جلوش هست، تراکشن کنترل محدود میکنه، اصلا نمیذاره که زیاد ما گاز بدیم، این خودش خوبه. الان دیگه ببینید اصلا اجازه نمیده، خیلی تکون میده، یعنی خود کابین داره کج و معوج میشه، ولی باز خیلی باحاله، یعنی خوب کنترل میکنه. یه دونه ای کلاس هم الان پشت سرمون هست، داره گاز میده و با اون میاد، ولی به نظر من که باحال بوده تا اینجاش. 140 تا توی این قسمت دیگه واقعا ترمز نداریم، ترمزش اینجا دیگه مرخصه، واقعا یکم داغ کرده. الان میرسیم به معکوس پیچ سراتو، آها یه ذره خواست در بره جمع کرد، خودش خوب بود به نظر. این آخرین پیچ هم بزنیم، دنده دو به سش یه لگ ریز داره، توی قسمت هندلینگ از اسپورتیج و توسان بهتر، از اس‌ایکس بهتره و در حد تیگو 7 پرو هست که تازگی بررسی کردیم، لاستیکاش هم نکسنه، میشلن اگه روش باشه خیلی اوضاع بهتری داره و تو قسمت ترمز ضعیف میزنه. این ماشین E300 بود، یعنی گذر موقت E300 داشت پشت سرم پا به پا میومد، خوب را میرفتیم واقعا، در حد مرسدس E300 سربالی رو داشت میبرید و از نظر ترمزی زیاد جالب نیست، یعنی ترمزش داغ میکنه، عملکردش میاد پایین، اگه ترمزش بهتر میشد مسلما خیلی داستان عوض میشد و تغییر میکرد اون حسی که ما بهش داشتیم، ولی رده بندیش اونجوری بود که گفتم. بریم سراغ سربالای لشکرک، طبق معمول زیر دوربین 80 تا میریم و از اینجا به بعدش رو پرگاز که ببینیم چی عذاب در میاد. اصلا راه نمیده، یعنی اصلا طرف حواسش هم به اینجا نیست، اصلا این که هیچ. حالا دوباره بریم جو
جلومون یه ذره حالا خلوت شده، یه ذره خدا رو شکر راه باز کردن. 140 تا یعنی از اینجا به بعد دیگه توانش وایستاده. 100 نمیرسه به 50 تا، یعنی اصلا وایستاده دنده عوض نمیکنه. شاید اگه خیلی ایدئال بیاد بالا دنده رو عوض کنه، ولی بازم اون جونه رو نداره که 150 تا رو بره بعد. 150 تا هم خیلی خوبه واقعا برای این ماشین با این جسته دو نفر سرنشین، به نظر من خوبه. بخوام جنبندی کنم با بودجه 1,700-800، 1,600، 2 تومن اینا، یا باید برین توسان اسپورتیج 2011-12 رو بگیرین، یا مثلا یه چینی 0 کیلومتر مثل تیگو 7 پرو یا این ماشین، یا البته خیلی انتخابای دیگه. شما بگین که با این بودجه چه ماشینی رو میخرین اصلا، اینو حتما توی کامنت ها بگین. لایک و سابسکرایب هم که طبق معمول، چون همیشه میدونم حمایت میکنی، یادتون نمیره. و تا برنامه بعدی، ماشین بعدی، بدرود.